در این برنامه سخن شما یکی از کاربران پرسیده تفاوت بین مهاجر و پناهجو چیست؟ آیا در تمام کشورهای اروپا رویه یکسان برای مواجهه با مهاجرت و پناهندگی وجود دارد؟ ژان فرانسوا پلوکن، مدیر انجمن پذیرش پناهندگان و دفاع از حقوق آنها، پاسخ می‌دهد که طبق تعریف مهاجر کسی است که از یک مکان به مکان دیگر می‌رود. پناهجو اما کسی است که برای حفظ جان یا تمامیت جسمی خود همین کار را انجام می‌دهد، زیرا در کشور خودش از این حفاظت جانی برخوردار نیست. پناهجو در متن کنوانسیون ژنو که مربوط به سال 1951 است تعریف شده. این متن پس از جنگ جهانی دوم تهیه شده بود. امروزه 145 کشور در دنیا این متن را پذیرفته و تصویب کردند. بنابراین کنوانسیون، پناهجو کسی است که به دلایلی نظیر نژاد، مذهب، ملیت، تعلق به گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته یا بیم این می‌رود که مورد آزار و اذیت قرار بگیرد. اینها مواردی هستند که در کنوانسیون ژنو در نظر گرفته شده. دولت‌ها البته مختارند موارد تکمیلی هم به این لیست اضافه کنند. به عنوان نمونه، در فرانسه، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قانونی موسوم به حمایت‌های سنوی هم وجود دارد که شامل حمایت از کسانی است که قربانی خشونت هستند. از حدود 15 سال پیش کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند نظام مشترکی را برای رویارویی با این پدیده به کار گیرند. این رویه یکسان مستلزم اجرای یک سری دستورالعمل‌های کلیدی است. به عنوان مثال، دستورالعملی وجود دارد که به روند رسیدگی مشهور شده و شرایط بررسی وضعیت متقاضیان پناهندگی در آن توضیح داده شده است. این دستورالعمل از 2 سال پیش مورد بازبینی قرار گرفته و نسخه جدید آن 20 ماه ژوئیه اجرا می‌شود. شما هم می‌توانید پرسش‌های خود را در وبگاه یورونیوز مطرح کنید.